وسایل ضروریشان را برداشتند و سوار بر اتوبوس ها راهی روسیه می شبند. خروج مردم دونتسک از شرق اوکراین از دو روز پیش و با دستور رهبران جدایی طلب آغاز شده. اکثرشان روس زبانند و ادهیشان حتی شهروندی روسیه را هم دارند. می روند و نمی دانند کی برمیگردند. و این فراخان بسیج عمومی توسط رهبر منطقه خودخانده دونتسک امروز من دستور بسیج عمومی را صادر کردم از همه مردان جمهوری که قادر به حمل سلاح هستند دعوت میکنم تا به پا خیزند و از خانواده فرزندان همسران و مادرانشون دفاع کنند تخلیه سکنه فرمان بسیج عمومی و نیروهای روسیه که پرتعداد در مرزها مستقر شدند. این هم رئیس جمهوریش که همراه همتای بلاروسی خود ناظر انجام یکی از بزرگترین مانورهای مشترکشان هستند. مانوری که در آن موشکهای بالستیک و کروز شلیک شدند. کرملین اعلام کرد که نیروهای هوافضای روسیه با موفقیت موشکهای بالستیک مافوق صوت کینجال با قابلیت حمل کلاهک هستهای و پرتاب از هوا و دیگر انواع موشکها را در طول رزمایش شلیک کردند اینها همه نشانه های تشدید تنشند هرچند ولادیمیر پوتین میگوید قصد حمله به اوکراین را ندارد رئیس جمهوری آمریکا اما همچنان بر احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین تاکید می کند. معاونش هم در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر برای مسکو خط و نشان کشید. بذارید واضح بگم با اطمینان کامل میتونم بگم اگر روسیه بار دیگه به اوکراین حمله کنه آمریکا به همراه متحدانش هزینه اقتصادی قابل توجه و بی سابقه ای رو بر او تحمیل میکنن خانم هریس البته گفت آمریکا صرفا به تحمیل هزینه های اقتصادی به روسیه بسنده نمی کند و همین حالا 6 هزار نیروی کمکی به لهستان، رومانی و آلمان اعزام کرده. او گفت در صورت بروز جنگ سربازان آمریکایی در اوکراین نمی جنگند. اما از هر ذره خاک کشورهای عضو ناتو حفاظت می کند. نخست وزیر بریتانیا هم گفت در صورت حمله روسیه به اوکراین دولت بریتانیا بازارهای لندن را به روی شرکتها و تجار روسیه میبندد صدر آلمان هم استقرار حدود 100 هزار نیروی روسیه در مرز با اوکراین را اقدامی غیرقابل توجیه خواند اولاف شولتس میگوید کشورهای غربی برای مذاکره آمادند اما میان خواسته های توجیه ناپذیر و منافع امنیتی قابل توجیه تفاوت واضح باید قائل شد. قدرت های غربی به سراحت اعلام کردند اصولی مانند حفظ تمامیت ارزی اوکراین و حق درخواست عضویت این کشور در ناتو قابل مذاکره نیستند. از طرف دیگر روسیه همچنان عدم پیوستن کیف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به عنوان یکی از درخواست های اصلیش مطرح می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا